اخبار زندان اوین، تیراندازی، آتش سوزی، همه ما رو نگران کرده، همه ما رو خشمگین کرده. خیلی از ماها در زندان اوین بودیم، خیلی از مردم فرزندانشون در زندان اوین بودن و هستن. فقط برای یک لحظه مجسم کنین و خودتون رو جای این خونواده ها بگذارین، جای این زندانیان بگذارین. آتش سوزی، تیراندازی در زندان اوین اتفاقی نیست. اگر اتفاقی بود، اگر فقط یک حادثه بود، به قولی که خود رژیم میگه، چرا تلفن ها رو قطع کردن؟ چرا به سوی زندانیان و مردم گاز اشکاور پخش میکنن؟ چرا هیچ گونه امداد پزشکی در واقع به زندانیان نمیرسه؟ ما بارها گفتیم که جان زندانیان سیاسی در خطره، جان زندانیان در خطر هستن، حتی زندانیان عادی که جزء مردم ایران هستن. دیروز زندان لاکان بود، امروز زندان اوین، فردا یک زندان دیگه هستش و جان این زندانیان در خطره. این زندان ها مثل قلعه هایی هستند که این جنایتکاران جمهوری اسلامی تسخیر کردن و زندانیان رو و مخصوصا زندانیان سیاسی رو در اونجا به عنوان اسیر اونجا نگه داشتن. اگر در خیابان زمانی که اعتراض صورت میگیره مردم میتونن فرار کنن، از هم دیگه حمایت بکنن، مخفی بشن، در زندان این امکان وجود نداره. وقتی زندانیان مورد حمله قرار میگیرن هیچ گونه امکانی برای دفاع از خودشون ندارن، نمیتونن از زندان خارج بشن. و برای همینه که در تمام اعتراضات باید به یاد داشته باشیم که در هر شهری که اعتراض میشه این قلعه ها رو، این زندان ها رو باید آزاد بکنیم. زندانیان سیاسی و خونواده هاشون رو تنها نگذاریم. و بار دیگر میگم جان زندانیان در خطر هستش. این رژیم آخر کارشه و هر لحظه ممکنه هر فاجعه ای به هر فاجعه ای دست بزنه و هزاران زندانی سیاسی، هزاران زندانی رو حذف فیزیکی بکنه. و در نتیجه این رو به یاد داشته باشیم که آزادی این زندانیان، آزادی زندانیان سیاسی اولویت ماست و در هر اعتراضی باید هر کاری از دستمون بر بیاد بکنیم که این قلعه ها رو آزاد بکنیم.